درود بر شما. 28 مهر ماه 1402 خورشیدی و 20 اکتبر 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر اشاره‌ای داریم به جنایت قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر و بعد به چگونگی هزینه کردن جمهوری اسلامی برای حماس و سایر نیروهای نیابتیش میپردازیم، در پیوند به ویژه با بانک ها و برداشت از بانک ها یعنی از سپرده های مردم در این پیوند. پرده آخرم طبق روال معمول آخر برنامه. شنبه شب 22 مهر ماه 1402 در آستانه 25 سالگشت قتل حکومتی داریوش و پروانه فروهر در منزل شخصیشون در تهران و به طور کلی قتل‌های سیاسی دهه 70، شوک بزرگی به مردم ایران به ویژه جامعه فرهنگی و هنری ایران و جهان وارد آمد. خبر رو تا اونجا که حکومت اجازه انتشار داده و خواسته چجوری منتشر بشه شنیدین و خوندین. داریوش مهرجویی استاد سینمای ایران و جهان که حق بزرگی بر گردن فرهنگ و هنر ایران داره و همسرش وحیده محمدی فر در منزلشون در کرج سلاخی شدن و حکومت همچنان دنبال جشن گرفتن برای کشته شدگان اسرائیلی است و عزاداری برای کشته شدگان فلسطینی. ظهر روز بعد از جنایت در کرج خبرنگارشون رو میفرستن سر صحنه. ده ها نفر تو خونن، همین جوری دارن راه میرن، همه چی لگد میکنن، به همه چی دست میزنن. یه لحظه فکر کنین این یک جنایت غیر حکومتی است و آگاهی و پلیس داره از صحنه جرم نمونه برداری میکنه برای رسیدن به قاتلان. خب اگه اینجا آثاری از قاتلین باشه، تارمو یه تیکه یا یک دکمه لباس به دلیل درگیری احتمالی قاتلان و مقتولان، حتی جای کفشا، همه اینا برای رسیدن به سرنخ حیاتیه. همون اینجا دیدین دیگه، همینجوری دارن راه میرن. رئیس کارآگاه‌ها و محافظش رو دیدین، خبرنگارا، دوربین چی، همه. فقط اینو بگم که الان در حال حاضر همینجا 30-40 تا بچه مامورای پلیس آگاه حضور دارن، دارن صحنه رو بررسی میکنن. یعنی از دیشب اگه شما نکنم از دیشب ساعت خدا قوت میگیم بهشون تیرشون تخریب روی در صورت نگرفته. درست. یعنی در یا باز بوده یا اینکه بسته و قفل نبوده. به طور کلی درمه های ورودی اینجا باز بوده. باز بوده سر دادن باز، نه اینجوری که مفتوح باشه، بازور نیومدن. آره بازور داخل نیومدن، قفل نبوده. تشخیص ما اینه که درگیری اولیه اینجا رخ داده. درگیری اولیه که اینجا رخ داده، خب معلومه این به صورت دمر رو به اینجا افتاده. خانم اومده اینجا، رفته داخل اون اتاق. درسته. یعنی حالت فرار که در رو بسته، آثار این گونه نشون میده. خانم داخل اومده در رو بسته و اینجا حائل در شده. دقیقا این لکه‌های خونی که ریخته شده میتونه مال اون باشه که اونجا احتمالاً ضربه، ولی چرا از اونجا تا اینجا هیچ آثاری خون ریخته نشده؟ این میتونه مال بعد باشه. و نهایتاً جنازه اینجا افتاده. 10:30 شب به 110 ماه تماس حاصل شده دختر ایشون که رفتن گالوری نقاشی، 2:30 از خونه خارج شدن و ساعت 10:30 زمانی که مراجعه میکنن با این صحنه مواجه میشن. ببینین این تیکه ویدیوی پلیس رو حتما دیدین شما هم بارها شاید. من میخواستم فقط ببینین که ولن اون وسط، یارو میره رو صحنه جرم وامیسه، مثلا توضیح میده جزئیات تا دم صحنه قط، سانتیمتری، میلیمتری، همونجا وامیسه، 10 بار میره و میاد، همه چیو به هم میرزن. در واقع آثار خودشونو میذارن در صحنه قتل. این مسخره بازی های نفرت انگیز واقعا کجای دنیا مردم گول میزنه؟
یک گروه و یک تیم خاص در حال تجزیه و تحلیلش هستن همین الان در حال حاضر. ما یک آثاری از خود دست مقتول پیدا کردیم، احتمال میدیم مال قاتل باشه. میگن که با همین اثری که پیدا کردن، آثاری که پیدا کردن، قاتلو گرفتن، که خب البته ربطی به حکومت هم نداره. دوربین هم که خب نبوده که بتونن از اون طریق تحقیقات جنایی رو ادامه بدن. سعید منتظر المهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، 23 مهر روز بعد از قتل به سیمای آقایون میگه اصلا دوربینی در کار نبوده. متاسفانه در ویلای مرحوم مهرجویی دوربینی موجود نبوده. دوربین های ورودی شهرک کار نمی کرده، نه اینکه این یکی دو روز کار نکنه، از قبل تر خراب بوده و کار نکرده. خب دوربینی هم که نبوده، اگر هم بوده خراب بوده، نه تو خونه نه تو شهرک مثلا حفاظت شده. بعد گفتن همسایه دوتا دوربیناش کار میکرده، گفتن محتویاتشو بردیم برای بررسی. تو متروی هم که آرمیتا گراوند افتاد دوربینی نبوده. موقعی که مهسا امینی رم زدن دوربینی نبود. این موقع ها هیچ وقت دوربین مدار بسته یا نیست یا خرابه. از خیلی وقت پیش شیرین عبادی، نخستین ایرانی برنده نوبل صلح، نوشته است در حکومتی که بودجه های کلان برای رصد شهروندان و هزینه های نجومی در جاسوسی از حریم خصوصی آنان صرف می شود، آیا هیچ دوربینی وجود ندارد که تصویری از قاتل یک شهروند عادی ارائه دهد؟ چطور ممکن است دوربین های مترو همگی سالم هستند تا هر متخلفی را شناسایی کنند بجز همان واگنی که آرمیتا گراوند در آن حضور داشت و ضربه خورده؟ چطور می توان پذیرفت لباس همه ماموران گشت دوربین دارد بجز لباس قاتلان مهسا امینی؟ با استناد به کدام کارنامه درخشان حکومت باور کنیم در همه شهرک دوربین ها بدون ایراد کار می کنند بجز آنها که می توانند قاتل داریوش مهرجویی و همسرش را شناسایی کنند؟ یک شنبه 23 مهر، شورای عالی تهیه کنندگان سینما و کارگردانان و کانون کارگردانان سینما ایران در بیانیه مشترک نوشتند از پلیس امنیت به عنوان حافظ اصلی شهروندان تقاضا می‌کنیم با توجه به دوربین‌های نصب شده در سکونتگاه داریوش مهرجویی و همسرش و حفاظت بیرونی ساختمان، در ساعات آینده و برای جلوگیری از بروز هر گونه شایعات، هر چه زودتر ابعاد این فاجعه بزرگ را روشن کنند. دو نکته عرض کنم خدمتتون. یک، بیانیه شورای عالی کانون تهیه کنندگان میگوید که خونه دوربین داشته، دوربین های نصب شده در اقامتگاه ایشان و محل حفاظت شده بوده، نگهبانی داشته. دو، رئیس آگاهی میگه از دست مقتول نمونه برداری شده و بنابراین دلیلی برای روشن نشدن نتیجه قطعی تا امروز نیست. تو هر کشوری این اتفاق میافتاد. تو همون ساعت‌های اولیه مسئولان سیاسی و پلیس کنفرانس خبری گذاشته بودن، مرحله به مرحله مردم رو در جریان رسیدگی به این جنایت می‌ذاشتن. رسانه‌ها به ویژه در انتقال حقیقت و شفاف کردن موضوع پیگیر بودن. تو ایران دستگاه قضایی مدیران مسئول نشریات رو احضار میکنه که بیاین توضیح بدین چرا خبر رو اینجوری کار کردین، چرا اینو نوشتین، چرا مصاحبه با همسر مهرجویی رو چاپ کردین، چرا اصلا شما موی دماغ حکومت النصر رو به رعب هستین. به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان در تهران، چه کسانی به دنبال ارعاب جامعه اند؟ با این قتل‌ها قرار بوده است چه کسانی از چه چیزی بترسند و مرعوب شوند؟ چه کسانی جلو و پشت صحنه این قتل تاریخی هستند؟ و عمادالدین باقی، زندانی سیاسی سابق که ما همه واقعا مدیونیم به ایشون، در افشای زوایای پنهان قتل‌های حکومتی نوشت قتل هولناک داریوش مهرجویی، فیلمساز برجسته ایران و همسرش، دقیقاً به سبک قتل داریوش فروهر و همسرش، قطعاً پیام واضحی در یادآوری قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 دارد. با تداعی قتل دو داریوش و همسرانشان به یک شیوه، در پی القای چه پیامی هستند؟
شتاب زدگی در قضاوت میتواند اهداف شوم قاتلان را محقق کند. در این باره در هفته های آینده بیشتر خواهیم گفت. و اما پولایی که جمهوری اسلامی به گروه های تروریست مثل حماس میده، بخشیش پولاییست که از فروش قاچاق نفت به دست میاد و هیچ وقت به ایران بر نمیگرده. بخشش اینایی که من میگم تیتروار در واقع تیتر موضوع هاییست که در سالهای گذشته، تمام این 13 سال گذشته در برنامه صفحه آخر با جزئیات گزارش کردیم. بخشی از این پول از نهادهای بی حساب کتاب مثل بنیادها و ستاد اجرایی و سپاه گرفته میشه و از ایران خارج میشه. بخش مهم دیگرش پولهای کلانیست که در زد و بند افرادی با حکومت به دست میاد که به اصطلاح مفسد اقتصادی هن. این آدم ها مثل مهدی جهانگیری مؤسس بانک گردشگری و محمد رضا زنوزی مطلق مالتی میلیاردر معروف در صنایع به ویژه فولادی، هر دو از بدهکاران کلان بانکی هن. این دوتا از کسایی هن که به ویژه در دو حوزه آرای جمهوری اسلامی کارسازن، بانک برای کارسازی پول و فولاد برای صنایع نظامی، و هر دو در پیوند با پولشویی های کلان که حالا صحبت میکنیم. من یه اشاره به ممرضا زنوزی مطلق که باشگاه تراکتور هم از سپاه خرید و به مهدی جهانگیری داداش اسحاق بکنم تا معلوم بشه چرا اینا از یه طرف مثلا دادگاهی میشن به عنوان دوزای کلون از بانک‌ها محاکمه میشن، از یه طرف بدون توجه به این بازی‌های رسانه‌ای دستگاه قضایی قرارها و قرارداداشون با حکومت و درآمدهاشون با حکومت بیشتر و بیشتر میشه و سفره مردم کوچیک‌تر. بانک گردشگری که ده‌ها شرکت زیرمجموعه داره و نمایندگان همه جناح‌های حکومت و نماینده رهبر معظم درش نقش دارن، که میگم همه اینا رو الان خواهیم گفت، چجوری تأسیس میشه. در سالهای 1391 و 92 جلسات رسیدگی به اتهامات محمد رضا زنوزی مطلق برگزار شد. یکی از نکات قابل تأمل در حکم محکومیت دادگاه او، تخلفات گسترده شرکت‌های زیرمجموعه او در تأمین سرمایه اولیه تأسیس بانک گردشگری بود. وی با ترفندهای عجیب و غریب دو فقره تحصیلات ارزی مجموعاً به مبلغ بیش از 78 میلیارد تومان از واحد ارزی یک بانک خصوصی دریافت کرده بود، وام گرفته بود، وجوهی که برای تأمین 65% از سرمایه اولیه بانک گردشگری مورد استفاده قرار گرفت، در حالی که اسناد مربوط به آن دوتا وام به طور کلی غیر واقعی بوده، جعلی بوده و هیچ گونه کالایی در قبال این دو فقره اعتبار اسنادی وارد کشور نشده و با تبانی خریدار و فروشنده هر دو متعلق به محمد رضا زنوزی مطلق و تا یک معامله سوری به منظور تأمین وجوه اشاره شده گشایش و سپس توسط یک بانک خصوصی تنزیل و به نام مهدی جهانگیری به حساب تأسیس بانک گردشگری نزد بانک مرکزی واریز شده است. خب این بانک گردشگری مثلا که اختاپوس در همه جام الان شعبه داره که از بنیاد با جعل سند تأسیس میشه و دزدیشون 78 میلیارد تومان اون موقع دهه 80. زنوزی مطلق سال 91 به دلیل تخلفات مالی بازداشت شد. اژه‌ای که سخنگوی دستگاه قضاشون بود اون موقع اعلام کرد 1380 میلیارد تومان از بدهی‌هاش زنوزی پرداخت و آزاد شد. سال 97 هم عرض کردم باشگاه تراکتور سازی تبریز رو سپاه پاسداران به زنوزی واگذار کرد. مهدی جهانگیری سال 96 بازداشت شد. 18 مهر 1396 به گفته سردار ابو حمزه فرمانده سپاه کرمان، مهدی جهانگیری دستگیر شد. ابو حمزه گفت اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور از دلایل دستگیری مهدی جهانگیری است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه گفت مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان بیش از 607 هزار یورو محکوم شده است. همچنین به جرم تحصیل مال نامشروع و خودداری از دادن اطلاعات واقعی به بورس به تعامل 2 سال حبس و رد مال و 74 ضرب شلاق محکوم شده. بعد گفتن 1000 میلیارد تومان وثیقه گذاشته نرفته زندان. بعد 26 آبان 99 قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران با مهدی جهانگیری قرارداد 20000 میلیارد تومانی امضا میکنه. دارین میبینین.
در قرارداد اقتصادی بزرگی که میان گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم الانبیا بسته شد، مقرر شد تا زمینه سرمایه گذاری 20,000 میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب فراهم شود. یعنی سپاه 20,000 میلیارد تومان بده به مهدی جهانگیری برای توسعه مجتمع فولاد بناب. مهدی جهانگیری چون که میدانید برادر اسحاق جهانگیری است. اسحاق رابط خامنه‌ای با اصلاح طلب است. اینو خودش میگه و میگه خامنه‌ای خواست که من رابط باشم. از اسحاق جهانگیری براتون میخونم، 8 اسفند 95. رهبری گفتند از نظر من مشکلی برای اصلاح طلبان وجود نداشته و الان همیشان دوست دارن رابط مستقیمی با ما اصلاح طلبان داشته باشن. از من خواستند که این نقش را ایفا کنم. سوال خبرنگار: مقام معظم رهبری گفتند؟ جواب جهانگیری اسحاق: بله، من هم در حد بضاعتم تمام تلاشم را میکنم. خب رهبر معظم نگفتن مهدی کجایه؟ که اینا به دردسر مثلا درست میکنه. رهبر معظم از طریق همین آدمای مثل خودش تازه به دورون رسیده کارهای قاچاق و دزدی های کلان بانکی و دور زدن تحریم و رسوندن پول به گروه های جهادی رو دنبال میکنه. اگر هم توی یک کشور دیگه اینا یه وقت گیر بیفتن، یهو یکیشون، خب کاری نداره، با گروگانگیری میندازیم چند تا خارجی رو میندازیم زندان، معامله میکنیم، آزادشون میکنیم، تازه سرش چند میلیارد دلار هم میگیریم. هی نمونه بهروز مختاری که تو سری اول خبرهای مربوط به مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی همین چند ماه پیش اسمش بود، بعد مثل که تو اهم و فلهم کردن زندانی ها اسمش رو حذف کردن، جزو متهمان پرونده دزدی کلان از بانک ملت و بانک پارسیان بود. به استناد کیفرخواست پرونده، مجموعاً در بانک ملت 105 میلیون دلار و در بانک پارسیان 60 میلیون دلار اختلاس شده است، یعنی رو هم 165 میلیون دلار. حکم متهمان در پرونده مشترک این دو بانک در روز 18 خرداد 99 صادر شد و علی دیواندری، بهروز مختاری و غیره به زندان معرفی شدند. علی دیواندری که بعداً تبرئه شد 36 میلیون دلار شد طبق حکم بهروز مختاری برداشته. خب 3 سال بعد از اینکه در ایران به زندان معرفی شد، بهروز مختاری رو FBI تو ویرجینیای آمریکا دستگیر کرد. بعد دادگاه براش به دلیل دور زدن تحریم ها حکم برید، انداختنش زندان. 4 مرداد 1402 بهروز مختاری شهروند ایرانی آمریکایی که توسط دادگستری آمریکا به اتهام توطئه برای نقض تحریم های جمهوری اسلامی با کیفرخواست دادستان آمریکا مواجه شده بود، به 41 ماه زندان فدرال و 3 سال آزادی تحت نظر محکوم شد. بهروز مختاری در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا اعلام شده که بهروز مختاری به تجارت محموله های غیر قانونی محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی از طریق شرکت اصلی خود در پاناما اعتراف کرده است. تو چه پرونده بهروز مختاری در ایران محکوم شده بود؟ پتروشیمی. همون که عرض کردم که مثلا دختر نیست. تو آمریکا به چه دلیل افتاد زندان؟ دور زدن تحریم‌ها برای تجارت محموله‌های غیرقانونی محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی. در ایران پتروشیمی‌ها هم دادگاهی کردن دیگه، یادتونه. متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی رضا حمزه‌لوست، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و رئیس سازمان سخا از زیرمجموعه‌های مجمع تقریب مذاهب با ریاست آیت الله محسن عراقی. حمزه‌لو سال 88 شد رئیس شرکت بازرگانی پتروشیمی. او البته همان سال به عضویت هیئت مدیره شرکت سمگا هم درآمد. سمگا همان شرکتی است که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور وقت روحانی در آن عضویت داشته و از حمایت ویژه رحیم مشایی معاون اول رئیس جمهور احمدی نژاد نیز برخوردار بوده است. ببینید در آن چه ما داریم دربارش گزارش میدیم، چند فرد ظاهرا بی ربط به همان از دیده مثلا داخل حکومت جناح فلان اینا، رحیم مشایی است، مراد و معاون احمدی نژاد، آیت الله عراقی هست، نماینده وقت خامنه ای در تقریب مذاهب منصوب خامنه ای و عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمزه‌لو هست، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، بهروز مختاری هست، ویترین قاچاق پتروشیمی به جمهوری اسلامی و از جمهوری اسلامی.
و مهدی جهانگیری داداش اسحاق نماینده مورد وثوق و قبول خامنه ای از طرف اصلاح طلبان. حالا آدم های دیگه که بعدان خواهم گفت. اینا آدم های متعلق به مثلا جناح‌های مختلف حکومت همشون متحدن در خالی کردن بانک‌ها و اجرای منویات پیشوا. هزاران میلیارد تومان از بانک‌ها ارزی و ریالی به ویژه ارزی به عنوان وام مثلا تسهیلات از رو گذاشتن میگیرن، پس نمیدن، پولا رو جابجا میکنن، باش کار میکنن، یا مستقیم با شرکت‌های مرتبط با سپاه شریکن، یا سهم کلان سپاه و نهادهای حکومتی رو میدن، خودشون هر جوری میخوان خرج میکنن. سپاه هم خب خرج داره دیگه، مثلا تو خارج از ایران به واسطه شرکت‌های مرتبط با امثال این آدما، مثلا همون نمونه مختاری که عرض کردم. این پولا که از بانک ها در میاد سپرده‌های مردمه، یعنی حکومت مستقیم از پول مردم در بانک ها خرج نیروهای نیابتیش میکنه. یعنی بخشی از این جنگی که داره همین الان در خاورمیانه جنایت میکند، این جنگ بخشیش از پول سپرده های مردم در بانک ها تامین شده. خب یه قلم قبلا هم گفتم سالانه 250 تا 350 میلیون دلار فقط به حماس میده. چجوری این پول از بانک ها بیرون کشته میشه و دیگه برنمیگرده؟ پولی که از سیستم بانکی به این صورت خارج میشه بخشش به همین آدمای نوکیسه مالتی میلیاردر میرسه. اینا در چرخه دور زدن تحریما و رسوندن پول به گروهای نیابتی، هم از طریق شعب بانکای ایرانی در خارج و هم از راه شرکت‌های سوریشون تو خارج عمل میکنه. بزنین جزئیات رو بیشتر بشنویم از آقای امیرعلی الهی مهر، در خدمتشون هستیم، رئیس حسابرسی و مدیر مالی پیشین شرکت توسعه سیاهان که شرکت زیرمجموعه نگین گردشگری، یعنی زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری است که بیشتر مرتبط با همین دوتا آدمی که عرض کردم در مهدی جهانگیری و زنوزی. خوش آمدید به امشب صفحه آخر. قربون تو برم. ببینید شما تا دو سال پیش مدیر مالی توسعه سیاهان بودین که پروژه عظیم آیلند رو داره پیش میبره. بله. آذر پارسال رسانه ها در این باره نوشتن که مشایی 1400 هکتار زمین در کیلومتر 35 آزادراه تهران سابه رو به صورت رایگان و به منظور ایجاد منطقه نمونه گردشگری به شرکت توسعه سیاهان سرزمین ایرانیان یا همان آیلند واگذار کرده. مفت و مجانی 1400 هکتار زمین. ماجرا چیه آیه؟ امیرعلی الهی مهر عزیز بفرمایید. به نام خدای رنگین کمان و عرض تسلیت به مردم ایران بابت قتل فجیع آقای داوش مهجوی عزیز و همسر گرامیشون. این موضوع البته سال گذشته رسانه‌ای شده، ولی این موضوع مربوط به سال 86 هستش. این شرکت ثبت شده، شرکت توسعه سیاهان و 24 شرکت زیر مجموعه. 1400 هکتار زمین به این منطقه دوزمان تهران ساوه و پشت شهر جدید قرم این شرکت واگذار شده با هزینه بسیار بسیار رایگان با قرارداد اجاره به شرکت تنبیک. و بعد ببینید موضوع اینه که چگونگی این واگذار شدن. این وقتی که آدم همونی که میگیم پارسال رسانه شد در همین حد محدودی که من عرض کردم و محدود در رسانه ها، چرا اولا این 1400 هکتار رو چه حسابی مفت و مجانی داده شد به آقای مهدی جهانگیری یا هر کسی دیگه که شما بگین؟ رو چه حسابی، چه پوششی داشت این کار و بانک ها چجوری این وسط در این ماجرا بازی کردن و کی چی برده از این، از این سفره، از این پروژه‌ای که من نمیدونم که تا کجا پیش رفته ولی بی تردید مثل بقیه پروژه ها نصف نیمه میره و رها میشه. نمیدونم، بفرمایید. خواهش میکنم. بله خواهش میکنم. این پروژه ابتدا به این زمین، ابتدا به
آقای سید احمد موسوی و خانواده و سید جواد موسوی اعطا شده، هدیه داده شده. و این دوستان طبق بالا شنیده ها اینجوری بود که آقای مشایی و آقای بابایی اینها رو در نمایشگاهی در دبی میبینن و میگن که شما ایرانی هستین، حس ملی‌گرایی اینها رو به قول خودشون قلقلک میدن و اینا رو تقریب میکنن، میگن بیاین توی ایران سرمایه گذاری بکنیم. طبق شنیده ها اینها و اینها میان توی اینجا بهشون این زمین رو اعطا میکنن سال 86 و شروع میکنن این دوستان با همین زمین ها از بانک تسهیلات عجیب غریب از بانک های مختلف تسهیلات عجیب غریب میگیرن و بانک گردشگری از سال 95 وارد این پروژه شد، یعنی رسما 70% سهام این شرکت رو خریداری کرد و تازه این موضوع به قول معروف به بانک گردشگری منتقل شد، ولی از سال 86 تا 95 دست این آقایان بود و تسهیلات میگرفتن و تسهیل هم نکردن، تسهیلات ارزی و ریالی و تسهیل نکردن و خودش یک داستانی داره و اون بدهی ها بانک گردشگری توی قرارداد متعهد شد که اون بدهی ها رو پرداخت بکنه و چون شرکت هم زیاد داشت، این پروژه عظیم هم دستش بود، بانک گردشگری هم که دنبال همچین پروژه ای، اکثر بانک های ایران دنبال همچین پروژه ای بابت امور دوستی و اعطای تسهیلات به قول خودشون میگردن. ببینین گفتین که مجانی داده شد به این، به کیا؟ به آقایان احمد موسوی و سجاد موسوی، خانواده موسوی. خانواده موسوی. آره. بله بله. اینا رو شناخت که ازشون دارین شما در همین حدی که بر اساس شنیده ها که مشایی اون موقع رئیس سازمان گردشگری بود و معاون احمدی نژاد، میره اینا رو دبی میبینه، حالا در سفری که به دبی داشته، بعد هم میگه خب شما بیایم بهتون 1400 هکتار همینجور زمین میدیم شما برین. بله، گردشگری. در این حد گفته شده. بله، در این حد، در این حد گفته شده. بله. و بعد اینا برای مثلا گردشگری پول میگیرن از بانک ها که رقمشو نمیدونین و پس نمیدن برای ساخت این پروژه. این طبق این قراردادی که داشتن، الان شما توی سند شماره فکر میکنم 26 باشه، سند شماره 26 اصل تحصیلات مانده که طبق قرارداد داشتن 200 میلیارده، 200 میلیارد اینها اون بالا فکر میکنم، بله اون جدول اول 200 میلیارد بدهی که اینا داشتن و منتقل شد به بانک گردشگری، یعنی اینها تا 86 تا 95 نزدیک 200 میلیارد بدهی داشتن، حالا اینا چقدر گرفتن چقدر تسویه کردن بمانند، و اینا 200 میلیارد بدهی رو منتقل کردن به بانک گردشگری و بانک گردشگری توی قراردادی که این سهام رو خرید متعهد شد که این پول رو پرداخت بکنه. به کدوم بانک ها؟ بانک های مختلف از صادرات، ملی و ملت، پاسارگاد، انواع بانک ها. خب بانک گردشگری اینو خرید و متعهد شد که به همون صورت که عرض کردم که زونوزی با جعل سند میاد اون پولو میریزه، بانک گردشگری اون موقع خریده میشه. خب و و بعد متعهد میشه این پولو بپردازه. خب این پول پرداخته میشه؟ این پول پرداخته میشه از طریق همون مدل های مختلفی که خدمتتون خواهم گفت و فروش سهام و خب بگین همینا رو ببینین. بس. من یک کلمه دیگه حرف نمیزنم، شما یه ضرب برین این قضیه رو برای ما باز بکنین، همین چند تا موضوع رو، این نکته ای که شما الان میفرمایین، ماجرا این که بانک ها چجوری با هم دیگه کار میکنن، پول مردم ها پولی میکنن و پول شویی چجوری انجام میشه، حالا فعلا اینا رو بریم تا بعد. بله بله خواهش میکنم. این شرکت، حالا من توی سند شماره 27، من شماره 27 اعضای جدیدش رو اول خدمتتون معرفی بکنم، اعضای هیئت مدیره جدیدش رو که آقای حسین مظفر هستن، الان عضو مجمع تشخیص مصرف نظام هستن، به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسینی مکارم هستن، سرپرست سابق شهرداری که بعد از آقای نجاتی سرپرست شهرداری شدن الان عضو هیئت مدیره هستن، و آقای سید جواد موسوی به عنوان مدیر عامل و خود سید احمد موسوی هم یکی از اعضای هیئت مدیره.
اینها و شرکت های دیگه به عنوان حالا اینا نماینده شرکت های زیر مجموعه گردشگری هستند در توسعه سیاحان. توسعه سیاحان یکی از شرکت های بزرگ بانک گردشگری است. لحاظ پروژه 1400 هکتار پروژه کمی نیست. قرار بوده که یک پروژه تفریحی، مسکونی و انواع تفریحات داخلش ایجاد بشه با اسامی مختلف. این شرکت پس از اینکه حالا بانک گردشگری منتقل میشه، سهام شرکت هایی که زیر مجموعه داشتن، شما اگر بعد شماره یک رو لطف کنن دوستان باز بکنن، مشخصا معلوم میشه که بله این صورت مالیه که مربوط به آخر 1400 هستش بابت این شرکت. در صفحات آخر این صورت مالی در صفحه 51 مشخصا معلوم میشه که این شرکت صفحات آخر هستش. یادداشت شماره 24 مشخصا معلوم میشه این شرکت 24 تا شرکت زیر مجموعه داره به اسامی مختلف که انتهای اسم همشون تقریبا سرزمین ایرانیان هستش و مدلای مختلف شروع میکنن به تسهیلات دادن به این شرکت ها. ابتدا من عرض کنم خدمتتون بابت تسهیلاتی که بین بانک ها اتفاق میفته. بانک گردشگری و تعدادی از بانک های دیگه در سند شماره 5 یک ملاحظه بفرمایید. بله، این سند شماره 5 بانک ها به این صورت که به شرکت های زیر مجموعه خودشون تسهیلات اعطا میکنن. یعنی بانک گردشگری به شرکت زیرمجموعه بانک آینده، بانک آینده به شرکت زیرمجموعه بانک گردشگری و بالعکس به همدیگه تحصیلات اعطا میکنن. این شرکت توسعه سیاحان سال 1397 از بانک آینده و مؤسسه ملل تقریبا 3000 میلیارد ریال تحصیلات دریافت میکنه و که این 3000 میلیارد ریال نحوه تصفیهش بسیار جالب هستش که این تصفیه به صورت دو تا شرکتی که رفتی به توسعه سیاحان نداشتن در زمان تصفیه گفتن که بکنم سند شماره 15 رو اگر ملاحظه بفرمایید مشخصا معلوم میشه که شرکت به نام گروه صنعتی ایرانیان پارکیان آرارات و شرکت نیروبرق الوند نامه میزنن به شرکت ما. اون زمان آقای جوادی مدیرعامل توسعه سیاحان بودن که آقا ما این رو تصفیه کردیم از چه محلی؟ یکیشون از محل سهام مجتمع بناب و دیگری از محل سهام پرستیج لند. ما این رو تصفیه کردیم، حالا این رو به ما پرداخت کن. حالا و حالا نامه های شرکت مؤسسه ملل و بانک آینده هست که تایید کرده که این پول تصفیه شده و این دوستان به ما نامه زدن، به شرکت توسعه سیاحان اون زمان نامه زدن و گفتن که ما این رو تصفیه کردیم به تاریخی 29/5/99 ما این رو تصفیه کرده که این نامه رو به ما دادن تا 31/1400. وقتی که این نامه رو به ما دادن بابت این چند ماهی هم که تصفیه کرده بودن از ما 30% سود گرفتن، یعنی از شرکت 30% سود چارج کرده بودن. پس از این موضوع شرکت اومد تسهیلات میخواست تسویه بکنه، یعنی شرکتی که تسویه کردن با اینها تسویه بکنه، اومد تسهیلات رو سهام خود یکی از شرکت‌های زیر مجموعه رو اومدن ارزش گذاری کردن، سهام شرکت شهر ورزش ایرانی ها رو اومدن ارزش گذاری کردن و من اگر لطف بکنن سند شماره 28 رو باز بکنن من توضیح کامل رو خدمت دوستان میدم. شما توضیح بفرمایید هر کدوم رو که بله بتونیم ادامه میدیم. بله بله بفرمایید. سهام این شرکت شهر ورزش که از زیر مجموعه بانک گردشگری توسعه سیاحان بود رو به این دو تا شرکت منتقل کردن و حالا این شرکت ها هیچ کدوم همشون در حد زمین هست، یعنی هیچ اتفاقی رو بعضیش که رستقوان رو 90% هیچ اتفاقی روشون نیفتاده، فقط در حد زمین حتی خاک برداری هیچ اتفاقی روشون نیفتاده. سهام این شرکت با ارزش 32000 تومان، یعنی
تمام این شرکت که به صورت عادی 100 تومنه با ارزش 32,000 تومن به این دو تا شرکت منتقل کردن و این مجموعش چقدر بود؟ این سهامش، این خب یک سهمه که گفتیم، مجموع سهام یعنی چقدر؟ 24 نزدیک 10 میلیون سهم از این شرکت و 40 میلیون سهم داشت این شرکت، 10 میلیون سهمش رو به ارزش 32,000 تومان که جمعا نزدیک 3,200 میلیارد ریال میشد رو با این شرکت ها انتقال دادن و تسویه کردن تسهیلات رو به همین سادگی. نه پولی اومده نه پولی رفته، فقط سهام منتقل شده، اونم سهام شرکت های خودشون. یعنی نیرو بغل من یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه مالی نگین گردشگریه و پارتیان آرارات هم به همین شکل یکی از شرکت های گروه مالیه و این توی این قرارداد شرکت هولارجی است که اصلا عضو هیئت مدیره ما، عضو هیئت مدیره یعنی شرکت مسته سیاهان بود اون موقع و الان هم هست عضو هیئت مدیره. توی این شرکت هولارجی خودش با نیرو بغل من به همین شکل تسویه میکنه و میاد طرف حساب شرکت توسعه سیاهان میشه و این پول رو تسویه میکنن، نه پولی اومده نه پولی رفته، فقط سهام جابجا شده و 3000 میلیارد ریال تسهیلات تسویه شد. این به یه شکلش بود. و شکل دیگری که من خواستم خدمت رو توضیح بدم، تسهیلات رو شروع کردم تسهیلات دادن به شرکت های همین شرکت های زیر مجموعه گردش، زیر مجموعه توسعه سیاحان که توی سند شماره 3 اگر دوستان بتونن این رو باز بکنن برای ما، مشخصا معلوم میشه که به این شرکت های زیر مجموعه چیزی در اون تاریخ چیزی در حدود 8000 میلیارد تسهیلات، اصل تسهیلات پرداخت شده و این تسهیلات تا همین الان هیچ کدوم تسویه نشده و بر اساس بخشنمای بانک مرکزی تا 5 سال دیگه هم تمدید شده. یعنی سال قدیمی ترینشون سال 98 و 97 هستن که تا الان تسویه نشدن و 5 سال دیگه هم قرار تمدید بشن که لروش 10 سال بعد اگر تمدید بشه یا اگر نشه یا بخشنمای جدیدی قرار بیاد یا نیاد تا 10 سال دیگه قرار نیست، یعنی تا 10 سال دیگه زمان میبره که این تسهیلات تسویه بشن و به همین شکل این یه مدل از باز این پولی که الان گفتین و این پولی که الان گفتین و کی به کی داده که خب قرارم نیست تسویه بشه؟ بانک گردشگری به شکل توسعه سیاحان پرداخت شده با قرارداد مشارکت مدنی. این نوع قرارداد، قرارداد مشارکت در ساخت هستش، یعنی شما قوانین خود بانکداری اسلامی خودشون قرار بوده که توی پروژه‌ای بانک شرکت بکنه و عرفش این هستش که 80% سهم بانک، 20% سهم صاحب زمین، صاحب پروژه. که اینجا 80% بانک که میشه 120 میلیارد و اگر لطف کنن سند شماره 13 رو باز بکنن توی قرارداد مشارکت هست که تو اینجا سهم بانک شده 120 میلیارد. اگر لطف کنن ماده 2 این قرار رو بیارن، یعنی توی ماده 2 نوشته شده که این قرارداد موضوع قرارداد اجرای پروژه بازی چمنی گلف، یعنی قرار بوده که این پروژه ساخته بشه با این پول، با این 120 میلیارد طبق این قرارداد، قرارداد مشارکت، و بانک طبق قرارداد 80% آن رو پرداخت خواهد کرد که بر اساس برآوردی که خودشون داشتن 150 میلیارد هزینه ساخت بوده و 80% بانک و 20% رو تسهیلات گیرنده یعنی شرکت بازی چمنی باید پرداخت میکرده این رو و توی حساب مشترک میذارن. به این عرفش این شده که این شکلیه که توی حساب مشترک میذارن و پس از پیشرفت پروژه با توافق طرفین پرداخت میشه، پروژه پیش جلو میره. ولی این پول رو یک جا پرداخت کردن و تا الان هم که تسویه نشده و هیچ پروژه ای هم پیش نرفته و هیچ اتفاق روی پروژه نیفتاده و قرار هم نیست که ظاهرا تسویه بشه. و این موضوع دیگه ای که توی این قرار داد تسویه نشده، بگیم موضوع دیگه ای که توی این قرار داد دو، این که من سند شماره 2 رو خواستم باز یه توضیح بدم که بانک مرکزی چجوری به کمک بانک ها میاد توی این مواقع. قبل از اینکه این سند شماره 2 رو توضیح بدین، ببینین سوالم این است،
من و بیننده ها نمیدانیم که بانک گردشگری مال کدوم دون کلوفتیه. میگین هیچ وقت این حساب ها تصفیه نشده و اینجوری چرخیده بین بانک ها. نمیم سال 97 300 میلیارد از بانک آینده و مؤسسه ملل فلان و سال فلان اینقدر 8000 و خورده میلیارد داده میشه. کی چه شخصی چه شخصی میخوام ببینم زینف اینجا، چه اشخاص اینجا زینف هن، کدوم اگر بانک کدوم بانک ها زینف هن و اگر از پول مردم از اون بانک ها برداشته شده، اگر این وسط افراد مشخصی زینف هن، اینا رو بگین. نهتی جهانگیری، زنوزی، هر کی هست، نمیدونم نماینده های مجلس هن، فلان هن، بگین خواهش کنم. نه خب دوستان، این خب هیئت مدیره ها مشخصه که اینا هر کدوم به عنوان نماینده یک طیف هستن، مخصوصا توی این پروژه ها، توی این شرکت ها. مثلا آقای مظفر خب جزء طیف اصولگرا، آقای سمیع الله مکارم حسینی که الان حسینی مکارم که معاون مالی و هیئت مدیره شده شهردار سابق، عضو طیف اصلاح طلبه. اینا هر کدوم عضو یک، یعنی نماینده یک طیف هست. و توی همچین پروژه هایی که پول هستش و طیف های مختلف شرکت میکنن در کنار هم به خوبی و خوشی استفاده میکنن از این پروژه ها. ولی خب ارائه کننده تسهیلات بانک گردشگری و بانک های دیگه. بانک گردشگری مال کی الان؟ بانک گردشگری الان مال مهدی جهانگیری، یعنی از ابتدا مال مهدی جهانگیری. خب ولی خب اسمی از خودش نیست توی بانک، یعنی اسمی از خودش معمولا توی بانک ها هیچ کدوم از صاحبان اصلی اسمی از خودشون نیست، ولی بانک گردشگری که توی از هیئت مدیره اسمی از خودش نیست، ولی توی گروه مالی اسمی از برادرش هست، آقای ابراهیم جهانگیری. گروه مالی گردشگری که بانک گردشگری زیر مجموعه شده، شرکت های بزرگ دیگه. ببینین آیا میشه از سرجام گفت که سر پروژه آیلند چقدر پول به قول خودشون گم شده، چقدر پول آپولی شده، چقدر پول نمیدونم چقدر چی بگم، سر پروژه آیلند، اولا پروژه آیلند چقدر پیش رفته و سر پروژه آیلند چقدر پول و اصلا چجوری کار میکنن؟ پروژه به چه صورت کار میکنن؟ بله بله. پروژه که چند تا ساختمون به عنوان نما ساخته شده، این که الان شما اگر بتونن برن مسیر بعد از عوارضی دوم دوران تهران سابق، اگر برن تو مسیر یه سری نماها ساخته شده، چند تا ویلا ساخته شده، اینها این زمین های به صورت اجاره‌ای از اجاره‌ای هستن، در طرف دولت اجاره کردن اینها رو، خیلی از زمین ها رو به عنوان پیشفروش فروختن به مردم، یعنی حتی قبل از این که البته بانک گردشگری بیاد، اون آقای موسوی خیلی از زمین ها رو پیشفروش کردن که یکی از مشکلاتی که شرکت هم داشت این بود که زمین ها رو بعد ویلاس می ساخت، بعد تحویل مردم می داد که پول عجیب غریبی اونجا استفاده کردن. و خودت گذاشته بود روش که چرا شما این پول رو پرداخت کرد، یعنی پیش دریافت رو گرفتی. باز میخوام صدای من میاد؟ بله بله بله، صداتون رو داریم. بعد این تامین کننده مالی این پروژه هم که بعد از سال 95 کلا بانک گردشگری و در صورت نیاز بانک های دیگه هم وارد میشن، تامین کننده مالی میشن، در قبالش بانک گردشگری به اون بانک ها تسهیلات اعطا میکنه، یعنی تسهیلات بین همدیگه دارن، ولی خب در اصل تامین کننده منابع این با این پروژه بانک گردشگری به سپرده های مردم رو به عنوان تسهیل پرداخت میکنه به این شرکت و هیچ وقت هم بر نمیگرد. خب بریم سراغ سند شماره دو که داشتین توضیح میدادین، ببخشید بفرمایید. بله، شماره دو رو راجع به بخشنامه بانک مرکزی بود که من فکر میکنم بله بخشنامه بانک مرکزی بود که شهریور 1402 به کمک بانک اومد و اومدن تسهیلاتی که تا اون موقع غیر جاری شده رو گفتن با تشخیص خود بانک ها، با تشخیص خود بانک ها این رو امها و بانک ها
خوشحال و خندان از اینکه 5 سال دیگه تحصیلاتشون همه از حالت غیر جاری در میاد. بانک مرکزی با این حرکت دو تا نشون میده، یکی اینکه غیر جاری ها رو تبدیل میکنه به جاری و مطالعات محقق بانک ها رو میاره پایین، چون همه این از طبقه غیر جاری خارج میشن، و اینکه به بانک ها این فرصت رو میده که پول بیشتری رو از مردم بگیرن و بتونن این تحصیلات رو جابجا بکنن و تصفیه بکنن. و خواستم حالا بعد از این موضوع که این تحصیلات پرداخت میشه، اینکه چجوری از شرکت خارج میشم خودش یک بحث جدایی داره که اگر از مهم نه خواهش میکنم بفرمایید. بله بله، طبق همون حالا تحصیلات که به شرکت ها داده میشه به چند نحو از شرکت خارج میشه. یکی این که به جای این هزینه هایی که انجام میشه، خب خاطر همین عرض کردم خدمتتون که بانک ها دنبال همچین پروژه های بزرگی هستن، چون هزینه هایی که انجام میشه و قرار است انجام بشه خیلی زیاده. یعنی این پروژه طبق آخرین آماری که خودشون داشتن سال 99 برآوردی که داشتن 25,000 میلیارد تومان پول نیاز بود، نقدینگی نیاز بود که این پروژه با اون شرایطی که لازم بود راه بیافته. همین پروژه آیلند، همین پروژه آیلند 25,000 میلیارد تومان پول نیاز بود. خب بانکگردشگری اصلا که اصلا پولی نداشت و نداره اینقدر پول، و منتظر بود که مردم سپرده هاشون رو بدن که بتونه تسهیلات بده به این شرکت. ولی خب همچین پروژه اینقدر بزرگ هستش، توش این هزینه ها یعنی این تسهیلات حتی توی این پروژه گم هستش، حالا به نحوه مختلف. یکیش این که فاکتور خرید میکنن از شرکت ها، از بعضی شرکت هایی که بعضیشون هم حالا رسمی هستن، خیلیشون رسمی هستن، شرکت ها خرید فاکتور میکنن و توی دفاترشون هزینه میکنن این فاکتورها رو، و در قبالش حالا به شرکت هایش پولی پرداخت نمیشه و اون شرکت ها هم هماهنگ هستن به نحوه مختلف. از این موقع این شرکت ها که فاکتور ازشون خریده نمیشه خودشون پول به حساب خودشون واریج میکنن به نام شرکت خریدار، که حالا من میتونم فرداشو بگم خدمتتون از فرد شماره 20 تا 25 رو اگر دوستان یک مروری بفرمایند مشخص میشه که این به چه شکلی. بله، مثلا شما این ما اینجا یه شرکتی داشتن، یعنی شرکت توسعه، شرکت سمنانپویه، این مبلغ 6 میلیارد ریال، حالا مبالغ مختلفه، اصلا شبیه هم هیچ وقت نیست و مبالغ کم و زیاد میشه، ولی به عنوان نمونه من بپرسیدم این مبلغ 6 میلیارد ریال از این شرکت خریداری شده لوله یو پی دی سی، که طبیعتا تو همچین پروژه قابل استفاده است و هیچ ممیزی هم شک نمی کنه که این مثلا لوله به چه درد این پروژه می کنه. و توی موارد بعدش توی شماره 21 و 22 بله، اینجا شرکت توسعه سیاحان اومده مثلا پول رو به حساب سمنان پویش واریز کرد، در حالی که اصلا اون شماره حساب، شماره حساب این شرکتی، شماره حساب آقای به نام آقای اکبری، ولی خب کسی نیست که پیگیری کنه که این شماره حساب مال این شرکت هست نیست، یعنی نه زینف بیاد ممیز میتونه این رو پیگیری کنه، نه بازرسان میتونه این موضوع رو پیگیری کنن، هیچ چیز قابل پیگیری نیست. این پول از شرکت خارج میشه و به حساب اون آقا ریخته میشه، به حساب آقای اکبری ریخته شده. در سند شماره 22 و 23 دو تا شرکت هستن، شرکت قمیس پلیمه، این یک مدلش هستش، که جمع این شرکت ها جمع این مبالغ نزدیک 400 میلیون تومان و 4 میلیارد ریاله. این شرکت خودش اومده از طرف خودش، یعنی اصلا هیچ شرکت به دفاتر توسعه سیاحان هیچ واریزی نداره این شرکت، یعنی دفاتر بانک دو توسعه سیاحان رو اگر پینیت بگیرن این شرکت هیچ واریزی نداره به نام این شرکت، ولی خب خودش از طرف خودش، یعنی اونها هم تنخواه دارن، پول غیره دارن، به نام شرکت توسعه سیاحان پول واریز شده و اون فیش ها رو به شرکت توسعه سیاحان دادن که تو دفاتر ثبت بکنه. و یه مدل دیگرش هم هستش که سند شماره، اگر لطف بکنن سند شماره فکر میکنم شماره سی
یه شرکتی هست به نام شرکت فولاد ناب اربد، نزدیک 44 میلیارد ریال و یه مدل حالا خروج تسهیلات از شرکت هستش که به عنوان اینکه این شرکت رو یکی از شرکای یکی از اعضای هیئت مدیره تسویه کرده و توی این مورد آقای جواد موسوی که الان مدیر عامل هستن به این شرکت چک داده، یه چک در وقت این شرکت صادر کرده، این چک رو کپی میگیرن میرن اون شرکت فروشنده هماهنگ شده، یه مهر امضا میزنه که این شرکت رو بله ایشون این شرکت رسید میکنه و میگه من این چک رو گرفتم. حالا کسی نیست که بره پیگیری کنه اون شرکت چک رو نقد کرده، کسی نیست بره پیگیری کنه که این حساب آقای جواد موسوی از این پول از این حسابش خارج شده نشده و این رو به حساب طلب ایشون میذارن توی دفاتر توسعه سیاحان و پس از اینکه تسهیلات وارد شرکت شد به حساب ایشون وارد میشه و حسابشون تسویه میشه. این یک مدل هستش و مدل بعدی مدل پیمانکاران هستن که این هم قبل از اینکه وارد پیمانکاران بشین در بله. این رابطه فرمودین که فاکتور خرید و فروش میشه. بله. چه نیازی دارن اصلا فاکتور بزنن وقتی اینا میتونن همه چی رو جعل بکنن اصلا، یا اصلا نشون ندن چون نهاد نظارتی اینا وجود نداره که همشون دستشون تو همه دیگه. فاکتور برای چی میخرن؟ بعد از کی میخرن؟ این ماجرای خرید فاکتور اینا چون اولین بار اینجا صحبت میشه. بله خرید فاکتور یک واسطه دارن. حالا شرکت‌های مثل شرکت‌های دولتی مثل فولادی و شرکت‌های بعضی شرکت‌ها اینا قیمت دولتی دارن معمولا و یعنی جنس قیمت دولتی داره، نمیشه خارج از عرف این فروش داشته باشه این جنس رو. اینها میرن توی بازار آزاد فروش رو انجام میدن، جنسشون رو میفروشن، حواله انبار صادر میکنن ولی حواله انبار بدون اسم هستش، حواله انبار صادر میشه و جنس خارج میشه از انبار. حالا شرکت هایی مثل شرکت توسعه سیاحان که یه پروژه عظیم هستش و نیاز داره به این قول معروف، نیاز واقعی که داره ولی نیاز سوری داره به این فاکتورهایی که بابت آهنالات فولاد هستش، از طریق اون واسطه ها میان این شرکت ها رو پیدا میکنن و اون فاکتورهایی که هنوز برایش حواله انباری و فاکتورهایی که هنوز برایش اسم خریدار ثبت نشده به نام اسم خریدار که من توسعه سیاحان باشه ثبت میکنن و فاکتورشون رسمی میشه. ولی خب به این دلیلی که شما میگین کسی نیست نظارت بکنه، خب الان ممیزین هستن، بعضی ممیزین ممیزین درستداری هستن از هر نگذاریم و باید این از دقل علاوه قانونی همه چی درست باشه، یعنی همه چی درست باشه، شرکت گیرنده، شرکت فروشنده، خریدار، همه اینا ثبت بشه توی سامانه یعنی سامانه 169 مکرر قانون مالیات ها معروفه، توی اون باید ثبت بشه خریدار فروشنده، همه باید ثبت بکنن و قابل پیگیری باشه توی سامانه. به خاطر همین این دوستان میان همه چیز قانونی شکل درست میکنن، هم فروشنده هماهنگ هم خریدار هماهنگ، فقط این وجه هم خدا راضیه. آره این وجه هست که این وسط به این نحوی که من خدمت توضیح دادم این مدل وجه هست که جا به جا میشه حالا به نحوی مختلفی و شرکت. ببینین مبالغی که فرمودین خورده در واقع. بله. و این مبالغ خورد یعنی مثلا 400 میلیون تومان یا نمیدونم کم زیر 1000 میلیارد تومان در واقع، این هر کدوم بله. از این مبالغ یا فاکتورهایی که حتما میخرن و اینا بله. مجموعاً ولی اینا دنبال در واقع کارسازی برای 25 هزار میلیارد تومانن. قرار است که 25 هزار میلیارد تومان پیشبینی که برآوردی که خودشون انجام دادن که هزینه لازم داره که این پروژه، ولی خب این پروژه قرار نیست هیچ وقت افتتاح بشه. به قول یکی از همین مدیران که اومده بود اونجا، این پروژه که قرار بوده که تفریحی باشه و اون چیزهایی که توی این پروژه دیده شده و پیشبینی شده قرار بوده ساخته بشه، بعد از این سالها یعنی گفتن اینقدر موضوع مال 4 سال پیشه 3 سال پیشه گفتن وضعیه برای 5 سال بعد این پروژه دیگه اصلا با توجه به شرایطی که در خاورمیانه پیش میره و دنیا داره پیش میره مثلا مثل دبی یا جاهای دیگه، این پروژه اصلا صرفه اقتصادی نداره.
ببینین میشه آیا میشه همین، چون دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، ببینین میشه آیا همین الان بگین با توجه به زمانی که شما، چون 7-8 سال قبلا در 7-8 بانک هم شما رئیس بله بازرسی مالی بودین و بعدم اومدین حسابرسی مالی بودین و بعدم اینجا که مدیر مالی بودین در همین پروژه، آیا میتونین بگین که تا توی این 3-4 ساله چقدر، 4-5 ساله چقدر از این 25 میلیارد تومان در واقع برای این دوزا زنده شده؟ میتونین بگین؟ برای این پروژه دو دقیقه وقت برای این پروژه مخصوص چیزی در حدود، با توجه به تحصیلاتی که پرداخت شده، چیزی در حدود 2000 میلیارد تومان، در حدود 2000 میلیارد تومان رفته تو جیب اینا خرج شده. بله فعلا خرج شده و حالا با این موضوعی که 5 سال دیگه هم تمدید شده که این 2000 میلیارد تومان نتیجه روز مبلغ بسیار بسیار بالایی خواهد شد متاسفانه. ببینید نماینده های مجلس، باز خیلی فرصت کمیه، نماینده های مجلس معمولا این آدم ها بعضی هاشون میرن تو مجلس برای اینکه هم یه دستشون تو سپاه یه دستشون توی این دوزی ها، همه با هم. این نماینده های مجلس کدوم هاشون با اینا علنی ارتباط دارن؟ من تو زمانی که اونجا کار میکردم آقای نزدیک ربات کریم بود، آقای نوروزی، خیلی به حسن نوروزی، حسن نوروزی که با جمله معروف که گفتن ما توی آوان کشتیم، خودمون کشتیم، خوبم کشتیم، با این جمله معروف شدن. بله ایشون خیلی پروژه رفت آمد داشتن و نامه های معرفی بسیار زیادی برای استخدام به شرکت می دادن. الان یه بحثش این بود که بسیار زندانی های زیادی رو استخدام بکنیم، ما معرفی می کردن، از دیپلوم و سیک بگیر تا بیشتر از فوق دیپلوم، یعنی از زندان می آوردن بیرون، اونجا به کار می گرفتن. بله تقاضا میکنه که اینجا به کار گرفته بشه، یعنی همین کسایی که مثلا به خاطر تیغ زنی یا مثلا چه میدونم اعتکاب قتل، حالا جرمای مختلف، جرمای مختلف، منظورم بزهکاری دیگه. بله یعنی همونایی که در سرکوبای خیابونی هم به کارشون میگیرن در واقع. ممکنه بله، خب اینا رو به این شکل به خودشون مدیون میکردن دیگه که این آقا دیگه برای ما کار پیدا کرده و کار ثابت هستش، شرکت بزرگ هستش و خب بیمه داریم، شرایط بهتری داریم نسبت به اینکه دزدی بکنیم. خب اینها رو به خودشون مدیون میکرد. بسیار بسیار ازتون ممنونم آقای امیرعلی الهی مهر، مدیر مالی پیشین شرکت توسعه سیاحان، یعنی مدیر مالی بود تا زمانی که از ایران اومدن بیرون. ممنونم ازتون آقای الهی. بریم پرده آخر. بعدش آخرش جنگ آخر میریم با کی؟ با حجاز، با عربستان، یعنی آمریکای در عربستان، و منجر به فتح قبله اصلی میشه که حضرت هم در اونجا ظهور میکنن. اینا هم خیلیشون میدونن، برای همین هست که دور تا دور مسجد الحرام اینا تو همون رکن یمانی چیز گذاشتن، کاتیوی این چیزا گذاشتن که با اسنایپر بزنن که حضرت وقتی خواستن ظهور. هی شب و روزگار خوش.